به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. با نقل از فیسبوک ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله، استر جنرال عبدالرشید دوستم در آینده نزدیک با کاروان هوادارانش به کابل می آید تا درباره انتخابات با دکتر عبدالله صحبت نماید. این در حالی است که دیروز دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته بود که کمیسیون انتخابات خلاف کارشیوه این نهاد عمل کرده است. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که روند انتقال نتایج برگه های رایدهی با بانک اطلاعات مرکزی این نهاد را متوقف بسازد. اسدالله سعادتی معاون دوم این دسته انتخاباتی ادعا می کند که کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف کارشیوه‌هایش در این باره عمل کرده است. آقای سعادتی در نشست خبری روز شنبه 20 میزان گفت که روند انتقال نتایج برگه های رای دهی به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات از دو روز به این سو آغاز شده است. روند دیتا انتری یا درج اطلاعات را که فعلا بیشتر از نصف اطلاعات را داخل کرده است از امین لحظه متوقف بسازد. رای باطل در هیچ منطقه و در هیچ قانون و در هیچ کجا اجازه نیست که کمیسیون وارد بسازد. این عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در بخش دیگر سخنانش دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی و حلقات در کمیسیون مستقل انتخابات را به مهندسی در نتایج انتخابات متهم ساخت. کمیسیون یا حداقل حلقات و دسته های در داخل کمیسیون در تبانی با تیم ارگ تلاش می کنند یک تقلب سیستماتیک را سازماندهی می کنند. اما دسته انتخاباتی اشرف غنی این گفته ها را رد می کند. نجیب دانش سخنگوی دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی گفت همه حرفای تکراری است که از گذشته ها به این طرف با آدرس تیم دولت ساز اتهام می زنند. ما به استقلالیت تمام کمیسیون احترام داریم و هیچ گونه به خود این حق را نمی دهیم که به کار کمیسیون مداخله کنیم. اسدالله سعادتی هشدار می دهد که هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد کارشیوه هایش عمل نکند و نیز جلو تقلب در وارد شدن آرای نامعتبر به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون گرفتن نشود، دسته های انتخاباتی در برابر این کار کمیسیون استادگی خواهند کرد. شیوه انتقال اطلاعات از دستگاه بایومتریک تغییر می‌یابد. یک هفته می‌شود که روند انتقال اطلاعات از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات از طریق وای فای به مشکلات فنی روبرو شده است. با گزارش اسپوتنیک با نقل از تلونیوز، کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای دسته‌های انتخاباتی و ناظران در نشست تصمیم گرفتند تا شیوه انتقال اطلاعات را تغییر بدهند. قرار است که اطلاعات از این دستگاه ها از طریق نصب کارت حافظه این دستگاه به کامپیوترها به بانک اطلاعات مرکزی انتقال یابند. حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت ما به این توافق رسیدیم که نخست روند انتقال اطلاعات را به این شیوه آزمایش میکنیم و سپس تمامی آرا را به بانک اطلاعات مرکزی انتقال می دهیم. حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت ما به این توافق رسیدیم که نخست روند انتقال اطلاعات را به این شیوه آزمایش می کنیم و سپس تمامی آرا را به بانک اطلاعات مرکزی انتقال می دهیم. در این میان بعضی از چگونگی شفافیت در کار انتقال اطلاعات ابراز نگرانی میکنند و میگویند که این شیوه آسیب پذیری های فراوانی دارد و مسئول نیست، اما این گزینه با بیش شرط های عملی خواهد شد. داوود سلطانزوی ناظر دسته انتخاباتی اشرف غنی گفت بعد از گذاشتاندن مرحله امتحانی آنها یعنی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بالای طرز عمل خاص کار میکنند که به خاطر این پروسه
تغییر شیوه انتقال اطلاعات چه طرز عملی ساخته شود که در آن دیدگاه های تیم های انتخاباتی نیز گرفته خواهد شد. نوررحمان اخلاقی عضو دسته انتخاباتی دکتر عبدالعبدالله نیز بیان داشت. سیستم باید از حالت وای فای بیاید به حالت کیبل. کامپیوترها باید کاملا صاف باشد و هیچ سیستم عامل در آن نباشد و زیر نظر ناظرین سیستم عامل در آن نصب شود. روند ثبت اطلاعات در حال به چالش مواجه شده است که حدود 8 روز دیگر به اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری مانده است. ترامپ: جنگ های بی پایان باید پایان یابند. امریکا نزدیک به 2 دهه می شود که در افغانستان مصروف نبرد با هراس افغانی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ناوقت شنبه 20 میزان یک بار دیگر از آنچه که پایان دادن به جنگ های بی پایان می گوید خبر داده است. آقای ترامپ در یک توییت تازه گفته جنگ های بی پایان باید پایان یابند. این گفته های او در حال ابراز می شود که امریکا نزدیک به 2 دهه می شود مصروف نبرد در افغانستان است. این جنگ طولانی ترین نبرد در تاریخ امریکا شناخته می شود. هرچند ترامپ بر پایان جنگ های بی پایان تاکید می ورزد، اما او گفتگوهای سال فرستاده ویژه اش را با طالبان را از بهر آن که بیمیلی طالبان برای کاهش خشونت ها گفت بیش از 1 ماه پیش متوقف کرد. 3 روز پیش دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی گفته بود که وقت آن رسیده است تا نیروهای آمریکایی از افغانستان به خانه هایشان برگردند. قرار بود که ما برای یک مدت کوتاه در افغانستان باشیم. اکنون نزدیک به 19 سال می شود که در آنجا هستیم. وقت آن است که آنها یعنی سربازان ما به خانه هایشان برگردند. او همچنان درباره حضور سربازان آمریکایی در سوریه نیز گفت که قرار نبود برای 10 سال در این کشور بمانند. قرار بود که سربازانمان در سوریه برای مدت 30 روز بروند، اما 10 سال است که آنجا حضور دارند. ۹۴۸ حمله هوایی آمریکا در افغانستان و کشته شدن بیش از 1000 طالب در 10 روز. ارتش امریکا گزارش می‌دهد که این جنگنده های این کشور در طول 1 ماه گذشته بیشتر عملیات هوایی را داشتند که در 10 گذشته سابقا نداشته است. با گزارش اسپوتنیک با نقل از خبرنامه، در این گزارش آمده است که جنگنده های امریکایی در ماه سپتامبر تنها 984 حمله هوایی در افغانستان داشتند که این رقم به مراتب بیشتر است سال 2010 است. امریکا تا کنون 5431 بم را در ماموریت جنگنده های بی سرنشین از در افغانستان به کار برده است که در مقایسه با سال گذشته این آمار پیشی گرفته است. نظر به این گزارش تا کنون 1838 بم در افغانستان استفاده کرده است. تقریبا این 4 برابر سال 2018 است. با گفته فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا، ارتش این کشور تا کنون 13158 پرواز اطلاعاتی نظارتی و شناسایی در افغانستان داشته است. در این عملیات ها تنها 17 عضو خدمات آمریکایی امسال کشته شده است. به طور کلی عملیات آمریکا امسال در افغانستان بسیار سریع پیش می رود. ایالات متحده آمریکا تا ماه اکتبر 2010 نزدیک به 1000 سرباز در افغانستان داشت، اما امروز تقریبا 14000 سرباز آمریکایی در افغانستان فعالیت دارند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به خاطر کشته شدن یک سرباز این کشور در کابل در اوایل ماه سپتامبر مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان را متوقف ساخت. قابل یادآوری است که ترامپ در ماه 11 سپتامبر سال روان در یک مراسم در پنتاگون گفته بود که دشمنان مشترک افغانستان و امریکا به طور شدیدتر نسبت به هر وقت ضربه خوردن. وزیر خارجه امریکا نیز می گوید که نزدیک به 1000 طالب در طی 10 روز کشته شده است.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نیز تخمین زده بود که طالبان در تصرف شهرهای افغانستان ناکام بودند و نزدیک به 2000 جنگجوی خود را از دست دادند. سپاس از این که با ما بوده. تا ویدئوی دیگر، بدرود.